جهان فرمان کوروش اولین منشور بود. سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور. سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد، پشت بخت و نصر را ساییده و برخاک کرد. ما از اسلاف همان خونی از آن ریشه ای پاسدار نام پاک پاس تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون عصر امروز در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز پنج شنبه 24 فوریه 2011 میلادی، ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت شرق، 12:30 دقیقه شب به وقت اروپا و 11:30 دقیقه شب هست به وقت لندن. با امید به اینکه تنی سالم داشته باشید و دلی خوش، که بسیار بسیار این روزها سخت هست، و آرزو میکنم هر آنچه که دوست دارید بهش برسید. یکی دیگر از سری داستان‌های زندگی رو در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم هستم. سپاسگزاری میکنم از همه شما باورمندان به تمدن ایران شهری که در طی تمام این سالها در کنار من و یارانم ایستادید و با کمک‌های مالی و معنوی این راه رو برای رسیدن به آگاهی و بعد آزادی با ما همراه هستید و یاری می‌رسونید. من خدمتتون عرض بکنم در طی روزها و شب‌ها من صحبت‌های متفاوتی از شما می‌شنوم در رابطه با رسوندن هم یاری، در رابطه با چگونه رسوندن یاری، و همیشه خدمتتون عرض کردم راه‌هایی رو که میتونید به ما یاری برسونید. اگه بچه‌ها در قسمت اتاق فرمان آمادگی دارن، من فقط اگر میشه روی لپتاپ من بیاین تا یه چند قسمت از فیسبوک و وبسایت خودم رو مجدداً در هر برنامه به شما معرفی میکنم که هم عضو بشید روی فیسبوک‌هایی که بهتون معرفی میکنم، همین که چگونه میتونید از طریق وبسایت ما به ما یاری برسونید. خب این فیسبوک ما، فیسبوک من هستش، سعید شمیرانی فنز، که کسانی که روی فیسبوک هستن میتونن با همین اسپل SAID شمیرانی فنز بیان و عضو بشن. قسمت بعدی قسمت سعید شمیرانی هست که این رو هم بهش اضافه کردم که میتونید خبرها رو اینجا دریافت بکنید، همچنین برنامه‌های گذشته من رو که چه روی یوتیوب هست چه روی وبسایت خودم رو در این قسمت قرار میدم. وبسایت بعدی روی فیسبوک The Official Site of رضا پهلوی هست. ازتون درخواست میکنم که برید اونجا و عضو بشید، 100% این کار رو انجام بدید. در جریان تمام خبرها در رابطه با ایشون، نگاه ایشون و فعالیت‌های ایشون آشنا خواهید شد. و همچنین سایت بعدی Secular Democracy and Human Rights for Iran، بچه‌هایی که واقعا زحمت می‌کشند برای این وبسایت و شما رو در جریان تصاویر و خبرها قرار می‌دهند. Secular Democracy and Human Rights for Iran. همچنین وبسایت خودم هست iranbozorg.com که در همین صفحه اول اینجا شما میتونید در این قسمت میتونید مجموعه توطئه جهانی رو، آگهیش رو ببینید. اگر میخواین خریداری بکنید، در همین قسمت اول نوشته شده قیمتش $150 هست. از طریق پیپال که مطمئن‌ترین راه روی اینترنت در سرتاسر جهان هست، هر شرکت کوچک و بزرگی در جهان وقتی خرید و فروش میکنن از طریق پیپال معامله هاشون رو انجام میدن. این شرکت بزرگ جهانی یک مقدار استفاده برای خودش بر می‌داره، هزینه ای هستش که ما می‌پردازیم از پولی که دریافت می‌کنیم، یعنی خودشون کم می‌کنن بابت مخارجشون و بقیه رو به ما میدن. و همچنین میتونید در قسمت کانتریبیوشن یا دونیشن و یا همیاری در این قسمت پایین هر مبلغی که خواستید توسط کریدیت کارتتون در سر تا سر جهان برای ما به دست ما برسونید، که شاید 3 یا 4 دقیقه حد اکثر وقت میبره برای کسانی که در سرتاسر جهان هستن که از طریق پیپال به ما یاری برسونن. هر کریدیت کارتی که دارید در سرتاسر جهان میتونید از طریق پیپال به ما یاری برسونید. و همچنین
سوال‌های مطرح است که آقا این شرکت نمیدونم مطمئن هست یا نه، ویروس میگیریم یا نه. بله 100% مطمئن باشید که نه فقط شما بلکه سر تا سر جهان داره از این شرکت استفاده میکنه و بسیاری از کارها داره روی پیپل در سر تا سر جهان انجام میشه. همچنین در این قسمت بالا در قسمت آرکایف یا آرشیو روی قسمت ویدیو اگه کلیک بفرمایین شما رو میبره به صفحه بعد که اینجا برنامه‌های گذشته من هست و هر 10 تا 10 تا هست. اگر خواستید 10 تای بعدی رو ببینید در این قسمت در دیسپلی کلیک میکنید و اگه میخواییم بزنید آل تمام برنامه‌های گذشته تا اونجایی که ما بتونیم مقدور باشه گنجایش داشته باشه با کیفیت خوب روی وبسایتمون بتونیم بذاریم که شما رو هم خسته نکنه در اینجا قرار خواهیم داد. یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، کیفیتی که روی وبسایت ما هست حتی از تلویزیون هم بهتره، شفافتره به دلیل اینکه گنجایش خب بیشتری رو در بر میگیره. و بچه‌ها میتونن بیان تو. خیلی سپاسگزاری میکنم از شما. خب اینم راهی بود که میتونید با ما در ارتباط باشید. از همون طریق وبسایت ما میتونید برای من پیام بفرستید یا از قسمت فیسبوک میتونید با من در ارتباط باشید، همچنین در قسمت ایمیل و شماره تلفنی که پایین صفحه تصویر نوشته شده 949-357-4393 شماره تلفن من هست و شما میتونید پیام بگذارید. من تا اونجا که وقت داشته باشم برسم به پیام های شما 100% پاسخ میدم. همچنین در پایین صفحه شما ایمیل رو میبینید، میتونید از اون طریق با ما در تماس باشید و شماره تلویزیون هم که مشخص شماره استودیو هستش که در اتمام برنامه اگر وقتی باقی موند میتونید با ما تماس بگیرید. به هر روی از همه شما که یاری میرسونید بسیار سپاسگزارم. همچنین از طریق چک و یا مانی اوردر در وجه UPO که مخفف United Persian Organization هست اگر مایل نبودید که از طریق کامپیوتر یا از طریق پیپل به ما یاری برسونید میتونید از طریق چک یا مانی اوردر در وجه UPO به آدرس زیر تصویر نوشته شده، همیشه هم در تمام طول برنامه این آدرس نوشته شده هست، برای شما بی جهت نیست که این سفر رو اشغال کردیم، که اگر میخواهید هر زمانی دوست داشتید یادداشت بفرمایید و اگر مایل بودید به ما یاری برسونید از طریق چک یا مانی اوردر هر مبلغی رو که شما دوست داشتید. فقط در وجه UPO بنویسید که مخفف United Persian Organization هست. امروز میرم ادامه صحبت‌های خودم رو در رابطه با فیلم‌هایی که دیروز براتون پخش کردم و صحبت‌هایی که انجام دادم در رابطه با فعالیت‌های سازمان مجاهدین و فعالیت‌های آنچنانی که کشورهای اروپایی در آغاز انگلستان در سال 2008 و بعد فرانسه و سایر کشورهای اروپایی دیگه در اروپا و همچنین آمریکا در آمریکا داره انجام میده برای یاری رسوندن به سازمان مجاهدین خلق ایران. یعنی در یک تفسیری من دیروز خدمتتون عرض کردم روسیه و چین به دنبال بنیادگرایان اسلامی بودند و هستند و با اونها دارن همکاری میکنند، از طریق SCO سعی کردند که اینها رو در کنار خودشون قرار بدن، نیروی متحد اسلامی که بنیادگرا هست مثل ولایت فقیه، احمدی نژاد و امثال هم. نیروی دیگری در ایران هست با نام ملی مذهبی، یعنی همون جبهه ملی های سابق که بعدها حکومت رو به دست گرفتن به همراه ملایان و قانون اساسی حکومت شرعی اسلامی رو نوشتند از قبیل حاج سید جوادی ها و غیره و در اون رابطه من توضیحات کافی دادم. خب نیروی دوم حکومت اسلامی که خانواده رفسنجانی به طور کلی در رأس هست و میلیاردها دلار پول و سرمایه کشور ما در دست این نیروی دیگر هست، سعی کردن تا با زد و بندهایی که دارن قانون اساسی حکومت اسلامی رو نگه دارن و در همون اولش هم همین گونه بود، کلن گرفتاری بنی سعد که اون هم یک به قول خودش ملی مذهبی و طرفدار جبهه ملی دوم سوم و در نهایت رسیدن به حکومت اسلامی بودن. اینها کسانی بودن که مخالفت کردن با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در همون اوایل و درگیری هایی هم به وجود اومد، اما مخالفت به هیچ عنوان با قوانین شرعی قوانین اسلامی در قانون اساسی حکومت اسلامی نداشتند، ندارند و نخواهند داشت. همونطور که میبینید موسوی، کروبی و امثال هم با قوانین اسلامی در ایران موافقت داشتند و دارند، فقط با اصل ولایت فقیه مخالفند. از همین رو هستش که نام اینها در دستور کار صدای آمریکا و یا بی بی سی و یا سایر
رسانه‌های دولتی از طرف آمریکا و یا اروپا حمایت میشه برای اینکه اینها رو اپوزیسیون نشون بدن، ولی اینها اپوزیسیون دولت هستند، یعنی با ولایت فقیه مخالفن، اما قوانین شرعی رو عاشقانه دوست دارند، نابرابری بین زن و مرد رو قبول دارند، میپرستند و اینها رو در دستور کارشون نوشتن. قوانینی که در قانون اساسی حکومت اسلامی جاری و ساری شد در اواخر پاییز 58 که به صورت متول تمام این فیلم ها رو یک به یک بهتون نشون دادم، چه کسانی دست داشتند، بهشتی، نمیدونم بازرگان در یک قسمتی نقش بازی کرد، طالاقانی، منتظری و امثال هم آمدند و این قوانین رو به ثبت رسوندند. بحث در همون اول بر بودن یا نبودن توبی یا ناتوبی ولایت فقیه در قانون اساسی بود از بدو شروع حکومت اسلامی از 12 فروردین 58، و در نهایت ولایت فقیه مستتر شد و تونستن اصل ولایت فقیه رو در قانون اساسی جایگزین بکنن و بقیه هم توسط 70 نفر نمایندگان ملی مذهبی، مذهبی مذهبی، مذهبی مسجدی و غیره به تصویب رسوندن و در 48 نفر رأی دادن که این قوانین همین گونه هست که امروز میبینید بر جای بمونه و تا به امروز میلیون ها نفر بر اساس همین قوانینی که در پاییز 58، یعنی کمتر از 9 ماه بعد از پیروزی شکوهمند حکومت اسلامی با تیرباران ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری و اصولاً عبور از انسانها و انسانیت و حقوق بشر دست یافتن بهش و تا به امروز میلیون ها ایرانی تکه و پاره شدند بر همین اساس و اصول. وقتی ما صحبت از قانون میکنیم باید دقیقاً منظورمون باشه. ما منظورم از قانون چی هست؟ بعضی میگن آقا قانون رو رعایت نمیکنید. خب باید اول بیایم قانون رو بشکافیم که این قانون چی هست که بعد رعایتش نمیکنیم؟ چرا رعایتش نمیکنیم؟ این قوانینی رو که در مملکت ما نوشتن قوانین قرون وسطایی بوده تا دست و بال این مردم رو ببندن، مردم رو ببرن 1000-1400-500 سال پیش پیاده بکنن تا مردم به دنبال حق و حقوق اولیشون بتونن سعی و تلاش بکنن، اگر یک روز رسیدن مثلا 200 سال از این داستان بگذره، 200 سال از سرمایه های ایران بردن، چاپیدن، غارت کردن، بعد 200 سال ایرانی چشم رو باز میکنه و دیگه چیزی نمونده از منابع زیرزمینیش که دیگه براش بخواد به جنگه، فقط میبینه که آقا برش گردوندن همون حق و حقوقی که داشت در سال 1350. داستان بر سر همین اساس هست. از روی همین داستان هم از بد و شروع لحظه ثانیه صفر قدرت حکومت اسلامی بر پایه شریعت و کتاب قرآن و نهج البلاغه در ایران که توسط ملی مذهبی ها، مذهبی مسجدی ها، جبهه ملی ها و غیره و همین سازمان مجاهدین در ایران پایه‌گذاری شد که در نقش بسیار عمده‌ای حزب توده و غیره داشتن، اینها آمدن طراحی کردند که طراحیش هم از کشورهای خارجی به ایران داده شده بود، اونها چون خودشون مغز این کانال رو ندارن، انسان‌ها رو بابت کارهای انجام نداده درون کشور بگیرید. شما اگر توجه به حرف من بکنید میبینید هر کدام از شما، چه کسانی که در همون اوایل در مملکت بودند و یا چه کسانی که بعدها به جمع خارجی ها یعنی مهاجرین پیوستن در خارج از کشور، به یک علتی، به یک دلیلی یا به هیچ دلیلی اینها یک بار یا به زندان رفتن یا بازجویی شدن یا ازشون تحت نامهای متفاوت آقا این موقع شب تو خیابون چی کار میکنی و غیره پرونده براشون درست کردن. هر ایرانی در طول تمام این سالها یک پرونده درون حکومت اسلامی داره، این هم به دلیل اینکه به وجود بیارن اون ترس و اون وحشتی رو نسبت به عملی که یک روز یک ایرانی میخواد در مملکتش انجام بده. در همون ثانیه صفر این حرکت آغاز شد و من هیچ موقع یادم نمیره همون کسانی که به خیابون‌ها ریخته بودن و شعار مرگ بر شاه، درود بر خمینی و سلام بر مصدق میدادن، در همون هفته اول تعدادشون در وسط خیابون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، همون کسایی که این شعارها رو داده بودن و حکومت اسلامی را آورده بودن روی کار و در بعضی اوقات حتی در بعضی از جشن‌ها و مراسم در همون سال اول اینا زندانی شدن، کتک خوردن که آقا مملکت دیگه از این به بعد اسلامی است. هرچند که شما آمدی
و شعار دادی، ولی از این به بعد ما به قول معروف شو رو ران میکنیم، ما بازیگران اصلی این شو اسلامی در کشور هستیم. اگر جوانان امروز برمیخورن به اساس و اصولی که از هر طرف میان قدم بردارن، یک باتوم تو سرشون میخوره و در بعضی اوقات ساتور تو سرشون میخوره، به دلیل داشتن چنین قوانینی است که در اون سالها مردم رو به خیابونها کشیدن، رأی گرفتن و چنین قوانین رو به ثبت رسوندن و تا به امروز میگن آقا ما قوانینی داریم، هر کشوری یک قانونی داره، کسی حتی کند و کاو نکرده، هیچ کس نیومده کند و کاو بکنه که آقا این قوانین در چه سالی نوشته شد، بر اساس چه اصولی نوشته شد، چه کسانی دست داشتن در به وجود آوردن این قوانین و چرا نوشته شد. ملتی رو که به خیابونها کشیدید، گفتید استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و اینجور چیزها، برای این چیزها کشته بودید، و چرا حتی وقتی که این قوانین نوشته شد هیچ کدام از ملی مذهبی ها، ملی مسجدی ها و غیره و غیره و غیره و غیره صداشون بر نیومد که آقا این چه قوانینی نیست، این چه کاری است دارید میکنید، این چه قوانین قرون وسطایی است که برای این ملت نوشید. شماها که دم از این میزدید که شاه قوانین مشروطه رو انجام نمیده، خب میمادید همون قوانین مشروطه رو دنبال میکردید. چرا اینگونه سرنوشت ساختید برای جامعه ایرانی؟ این همه این داده ها جامعه ایرانی رو در این روزهایی که من به خصوص دارم با شما صحبت میکنم به این نتیجه میرسونه. آنچه را که در کشور ما اتفاق افتاد یک توطئه ای بود علیه ملت ما، کشور ما، هویت ما و کشیدن فرش زرین از زیر پای مردم ما، کشوری که عروس خاورمیانه و عروس جهان بود. این عروس رو دست به دست شوهرش دادن، سعی میکنن این عروس رو تیک پارش بکنن. نقشه‌ای که در دسته برای به وجود آوردن چنین روزهایی است که دارم خبرش رو به شماها چند سال میدم که این توطئه جهانی ادامه خواهد داشت برای نابودی اول کشوری بزرگ مثل ایران و بعد سایر کشورهای کوچک همجوار و نفتخیز. در نهایت امروز که قرار میگیریم، من دو بُعد رو خدمتتون عرض کردم، بُعد چین و روسیه، اسلام بنیادگرای فاشیست که در رأسش ولایت فقیه و احمدی نژاد و تندروها هستند و سپاه پاسداران و بسیج، در قسمت دیگه خانواده رفسنجانی، در قسمت دیگه اگر این دو نتونستن منافع کشورهای خارجی رو که ایران رو دارن تیک پاره میکنن به نفع خودشون تموم بکنن، نیروی اپوزیسیون خودی رو که نام گذاشتن بتونن ازش استفاده بکنند. یعنی در چه بخشی؟ در بخشی که اسلامی هست اما با نام اسلام دموکراتیک اسلامی یا حکومت دموکراتیک اسلامی بتونن جایگزین بکنن. همون حرفی که کریم سنجابی زد، من فیلماش هم دیروز از خانم مریم رجوی براتون پخش کردم، سازمانی که اعتقادات اسلامی داره میره حج فیلم برداری میکنه، میره نمیدونم حسین رو میبینه سجده میکنه، نماز میخونه، فیلم برداری میکنه، تبلیغات اسلامی میکنه، رمضانشون رو وقتی که انجام میدن تبلیغات آنچنانی اسلامی میکنن که ما باورمندان به مذهب شیعه و اسلام و حسین و نمیدونم علم و کتل هستیم. در فردای ایران هم رئیس جمهوری انتخاب کردیم که این رئیس جمهور بخوای یعنی آش خالت بخوری پاته نخوری پاته. ولی من میخوام اینا رو بهتون نشون بدم که جهانیان در این بود که یک زمانی وقتی که همین مجاهدین شعار مرگ بر آمریکا رو سر میدادند و خود آمریکایی ها رو درون کشور ترور میکردن، که من فیلمشون هم بهتون نشون دادم، و به قول خودشون مبارزه با امپریالیسم جهانی انجام میدادن، چگونه است که این کشور، یعنی کشور آمریکا، بعد از دیدن تمام این تصاویر 32 سال و نگرش ها و نظرهای متفاوت و کارهای انجام داده شده، همکاری های بزرگ بین مجاهدین و صدام و اینها، میاد در سال 2008 اول کشور انگلستان نام تروریستی رو از روی مجاهدین برمی‌داره، بعد کشور فرانسه دست به کار میشه و در نهایت با دعوت کردن از مقامات آمریکایی یا شخصی با نام رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، این داستان به جایی میرسه که در خود آمریکا وزرای سابق آمریکا میان جلسه‌ای تشکیل میدن برای به وجود آوردن یک نیروی مقاومت مثل مجاهدین و حمایت رسوندن به این نیرو که بتونه جایگزینی باشه برای حکومت اسلامی. اگر حکومت یک رفت، اگر کروبی و موسوی رفت، با شعار آزادی، دموکراسی، سکولاریسم که مردم ایران دارن درون کشور میدن و حکومت ایرانی رو میخوان، بتونن نیروی جایگزین دیگری رو با تبلیغ‌های میلیارد دلاری، همون چند میلیارد دلاری که خدمتتون عرض کردم کاری هم نداره، از خود نفت ما میگیرن
یک روز دو روز خرج پول نفت ما رو خرج 30 سال آینده یک کشورمون میکنن و مجدداً حکومت‌های ایدئولوژیک و حکومت‌های مذهبی بر سر مردم قرار داده بشه. من برای اینکه بتونم گفته‌های خودم رو سندی هم داشته باشم تا بتونم براتون صحبت بکنم، از بچه‌ها میخوام که فایل 1 و 2 و 3 رو و 4 رو، 1, 2, 3, 4 که اختصاص داره به آقای جولیانی رو، اگر میشه بچه‌ها پخش بکنن. این داستان در فرانسه بوده، حدود 2 ماه پیش اتفاق افتاده، جلسه بسیار بزرگی بوده، و بشنویم صحبت آقای جولیانی رو و بعد برمیگردیم میارمتون به آمریکا و صحبت دیگر سناتورها رو با هم گوش بدیم. Arrivons maintenant à nos amis américains. Si vous permettez cette familiarité, monsieur le maire, puisque dans nos cœurs, dans nos esprits, vous resterez éternellement le, j'insiste sur l'article, maire de New York. Je crois qu'aucun citoyen européen ne peut dire qu'il ne vous a pas vu. C'est pourquoi je suis particulièrement honoré, au nom des organisateurs, de vous passer maintenant la parole. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very, very much. It's a great honor and a great privilege to be here on behalf of this great cause. May I begin by asking you a question? How many of you come from Iran? How many of you were born in Iran? Just please put up your hands. Oh, that's... Now, how many of you were not born in Iran and come from somewhere else? Excellent. Now, how many of you are for freedom? Well, okay. Wait a second, you didn't put up your hand. All of the points that have been made are very, very powerful, and I'll make some myself. But just sitting here and listening, maybe we don't appreciate completely the importance of what you're doing, of how important it is. You're here to support freedom. There can't be any greater cause than freedom. It's the most important pursuit that we can have when there are people denied freedom. And it's a pursuit behind which my government, the United States of America, and my country, which I love very much, as do my countrymen and women. If Europe had listened to Churchill in the 30s, maybe, just maybe, this city would not have been occupied for 5-6 years. Maybe half of Europe wouldn't have been destroyed, and maybe millions of Jews and others wouldn't have been slaughtered in concentration camps. Maybe. But we sure know that by appeasing him, we made him more powerful, we fueled his ambitions, we made him believe he could conquer the world, we made him believe he could turn around and conquer the Soviets after having conquered all of Europe. We fed his megalomania and his insanity by appeasing him, by negotiating with him, by saying, oh, he must be reasonable. We must be able to work this out. The principles that you espouse are the principles that we espouse in America. You want freedom for your people. You want the ability to elect a government. You want economic freedom. You want women to be treated with equality and respect. You want a system of laws that are fair. You want freedom of religion so that people can practice maybe the most important thing they do, their relationship to their maker, the way they believe they should practice it. These are wonderful things that you support. These are beautiful things that you support. These are the most important yearnings of the human soul that you support. And for your organization to be described as a terrorist organization is just simply a disgrace.
And it came about for the worst of reasons. It came about for a reason that is at the cause of the problem that we're having and perpetuating. You were described as a terrorist organization in order to placate the Iranian regime. The thought being it would make them more reasonable. It would make them more like the normal people that we do business with and discuss things with, where we can bargain and I give up something and you give up something, and we arrange something that works out in the best interest of both of us. It was done, some people say, for the best of motives. In many ways, it may have been the best of motives. It was the worst of thinking. And it was a rejection of the history that I just described to you. This is absolutely the worst way to treat dictators and tyrants. And now, it is beyond doubt clear that you're not a terrorist organization, highest court in England, European Union. So many organizations have investigated you. You've been investigated so much, it's almost like you're a politician in the United States. That was a joke. And unlike a politician in the United States, you're innocent. You're not guilty. And it is about time, it's about time the United States stood for that. Over 100 members of Congress have supported that. It's clear that this has now become not just an embarrassment, not just something that you have to deal with that mischaracterizes the wonderful goals of your organization. It now has become a tactic that is keeping the Iranian regime in power. It's a tactic that they use, just like Camp Ashraf, in which they perpetuate themselves and they demonize their enemies. And they cut their enemies off from sources of support they might get that could overthrow them. So it's long due now, with all of these international organizations that have urged the lifting of this designation, so many that aren't particularly favorable even necessarily to our cause. But they're fair and they're honest, and they've come to the conclusion that this was an incorrect designation. It's about time that in this era that we have now of bipartisan cooperation in the United States, which we better take advantage of, because I'm never sure how much that lasts or how long it goes, but in this era of bipartisan cooperation, it's about time that the United States gets it done and lifts the designation. You know, it's all part of the United States should not just be on your side, the United States should be enthusiastically on your side. You support what we support. بله، خب طولانی ترم هست ولی وقت به من اجازه نمیده تا بقیه رو برای شما پخش بکنم. در همین راستایشون صحبت کردن، همونطور که میدونید یکی از نمایندگان جمهوری خواهان هستن آقای جولیانی، و امکان این میره که در 2 سال آینده به احتمال بسیار زیاد ایشون و یا جمهوری خواهان دیگه به ریاست جمهوری در آمریکا برسند. خب این قسمت داستان نگاه کردید. من سوالم اینجاست که آیا طرفداران سازمان مجاهدین و در رأس آقای رجوی و خانم رجوی کماکان شعار مرگ بر آمریکا و یا مرگ بر امپریالیسم جهانی و یا آتش زدن پرچم آمریکا و غیره کماکان میدند؟ یادشون هست که در اون روزها چه بلایی بر سر سیاست خارجی ما که بسیار روش کار شده بود تا ایران و ایرانی سری بلند داشته باشه در سطح جهان، و اینها چه کار کردند با اشغال سفارت امریکا، همدستی با افرادی که در سفارت آمریکا آمده بودند و گرفتن اشغال کردند و شعارهای آنچنانی میدادند، پرچم آمریکا رو میسوزوندند، و در همون 6 ماه اول در سال 59، اوایل سال 59، یعنی 18 فروردین اگه اشتباه نکردم یا 28 فروردین 59، ما رابطه‌مون به صورت مستقیم با آمریکا قطع شد. آمریکا سعی و تلاش کرد از طریق اتحادیه اروپا
و سازمان‌های دیگر جهانی این کار رو یک جوری سر و سامون بده و اتحادیه اروپا هم این کار رو گروگانگیری رو محکوم کرد، اما در نهایت تمام تلاش آمریکا به جایی نرسید و در فروردین 59 مجبور شد ارتباط مستقیم خودش رو با ما یعنی کشور ایران قطع بکنه، که مردم اصلا در باغ نبودن. این کسانی که می‌ریختن با نام مجاهدین و غیره در خیابان‌ها و شعارهای مرگ بر آمریکا رو می‌دادن و پرچم آتش می‌زدن به همراه سربازان گمنام امام زمان اون موقع، یعنی دانشجویان خط امام در اون موقع و غیره، آیا هنوز هم این سازمان چنین افکاری رو رهبرانش داره، یا وقتی که سیاست آمریکا چرخشی کرده و اسلام رو کماکان رها نمی‌کند؟ اسلام هزار و یک دلیل داره که اینها اسلام رو رها نمی‌کنند، چون اگر به اسلام آب کافی نرسونن و خون کافی نرسونن، وقتی حکومت اسلامی یا تفکرات اسلامی ریشه‌کن بشن مملکت ما و حس ناسیونالیستی و هویت ملی و تاریخ و فرهنگمون در هم بیامیزد و حکومتی چه جمهوری چه پادشاهی در ایران جایگزین چنین قانون اساسی و حکومتی در ایران بشه، خب دیگه از چه راهی اینها میتونن تجاوز بکنن به آب و خاک ما و سرمایه های ما رو این چنین ببرن؟ من میخوام شما رو ببرم به قسمت دیگری از برنامه‌ای که در خود آمریکا انجام شده، سناتورهای دیگه، و خوب دقیقاً گوش بدید و باز برمیگردم با شما صحبتی خواهم کرد. اگه بچه‌ها امکانش هست فایل شماره 5 رو لطفاً پخش بفرمایید. فایل شماره 5 رو اگر میشه، نه نوشته میدل ایست، این مطمئن شو serving in the United States Congress. During that 20 years many of us met at different locations throughout America as people in the expatriate community from Iran met to discuss the horrors in their homeland and the unfortunate fate that had befallen their country. I will confess to you, during those years, the possibility of real political change in Iran, the ending of that tyrannical regime, seemed unlikely. A rising tide of human expectation and thirst for freedom is now approaching the shores of Iran. What once seemed impossible somehow begins to look inevitable. The people of the United States, be they of Iranian extraction or other, have a right to organize and be heard. This sanction on the MEK is interfering with that right. It is giving comfort to the government in Tehran, and it is placing the United States on the wrong side of history. There is time to correct it. And I believe in President Obama and in Secretary Clinton, we have the proper leaders to do it. For Iraq and the United States, members of Camp Ashraf and the PMOI are the best counterbalance to Iranian terrorist and nuclear aggression. As a global terrorist state supporting terror in Afghanistan, all over the Middle East, and now rapidly becoming a nuclear threat and power, Iran must be met and stopped. PMOI has the contacts, the insights, cultural awareness, and a proven past record of providing the United States and hence the world with previously unknown information about Iran. To best make this Iranian opposition effective, the United States must revoke the terror designation, which is now in effect. The first step has to be the delisting. And that's where I hope we can all work together and make this happen soon. Soon.
The good news is that my sense from those that I've talked to is that nobody's against doing this. They either don't have the information or they are too busy doing other things. Camp Ashraf, I mean, that again, that's a human rights issue. That is just a matter of security, of moving the right people to secure this camp. Our people work with the government of Iraq to make it happen with the United Nations, you know, find a formula that provides a safety and security for many of those that are in your families. Why can't the greatest nation in the world offer this kind of protection? I think this is something that is very achievable, and we have to work at doing it. Secretary of State Hillary Clinton expressed support for the tens of thousands of protesters in Iran's capital this week. She said that the Obama administration very clearly and directly supports the aspirations of the people who are in the streets of Tehran. She also spoke of the hypocrisy of the Iranian regime, which had hailed the protests in Egypt but suppressed opposition at home. Well, we need to overcome our own hypocrisy inherent in our policy regarding the Iranian opposition. The State Department maintains the MEK on the list of terrorist organizations. That has the effect of pushing Iran's largest and most organized opposition group, which is feared by the ruling mullahs, out of the political debate. The Iranian regime is now in the enviable position of having the United States designate as a terrorist organization a group of Iranians who are a threat to the regime, thus limiting their activities. As a result, in essence, for the past 14 years, the bulk of the resources of the group has been consumed not in fighting the Iranian regime, but in fighting the consequences of the terrorist designation to get itself delisted. In other words, the Iranian regime now has the great Satan working for it, even as the Iranian people are in the streets demanding regime change. I believe the best chance for the United States to move forward in its relationship with Iran is to support the opposition in Iran. I'm really puzzled. I do not understand why the United States has kept the MEK on the terrorist list for all of these years. But I am not aware of any facts that require the MEK to be on the terrorist list. Now, as I conclude here, I want to just say a word about this 10-point plan. As I understand it, this is the third option. I've read through that. I like it. I think it's very well done. Support for the ballot box, support for a pluralist system, separation of the church and state, complete gender equality, a modern legal system, support for the Universal Declaration of Human Rights, support for private property, support for peaceful coexistence, support for a free Iran. Iran's issue is compounded by the fact that the largest organized resistance to Iran's current regime has been put on the FTO list, the MEK. That creates a tremendous issue for making that change. Now, right here, distinguished Ambassador Dale Daley, when he was serving, when he was in office, recommended that they be taken off. His recommendation was not followed, which in my opinion was a mistake and one that we should rectify immediately. Not tomorrow, today. By placing the MEK on the FTO list, we have weakened the support of the best organized internal resistance group to the most terrorist-oriented, anti-Western world, anti-democratic regime in the region. That's a disgrace. On top of that, we stood by as the Iraqis invaded Camp Ashraf, as has been talked about several times, as they killed unarmed civilians, Iranian civilians living there. Iran's current regime is clearly a government that needs to change. The MEK is the organization that they fear.
And that should tell us something right off the bat. But when you look at what the MEK stands for, when their anti-nuclear stance, from the separation of church and state, from individual rights, MEK is obviously the way that Iran needs to go. If a nuclear Iran is unacceptable, and there are three successive American presidents who have said that is unacceptable, and I am a native English speaker, I think I have a fairly clear understanding of what unacceptable means. Okay. If it is unacceptable, if Iranian decision-making is unable to stop this process, if the opportunity for regime transformation is allowed to pass, then in 2012 or 2013 or 2014 or 2015, we do get to that fork in the road that President Bush warned me about. And whoever president at that point has only two choices: do something or do nothing. And at that point, those are both very bad. I know the issue of the MEK is critical to each of you. I tried to understand, when I knew I was going to be part of this panel today, why is it that my government continues to list the MEK as a terrorist organization? I have not found the reason that convinces me. And as a citizen of the United States, and as a citizen in the world, to be able to come here together with you all and to somehow have our voices be heard in Iran, if we, through our actions today and tomorrow, can help encourage and support those who are fighting for freedom, than has already been pointed out here today, the inevitability of freedom in Iran will come sooner. And that is well worth our time today and tomorrow and every day until it happens. So I think the military option, although it can't be off the table, and it just saying it's not off the table isn't enough. It can't be a pure bluff. It has to be something we'd be prepared to be serious about. It means that somehow we have to find a way to change the policy of the people who run Iran. And the best chance for that is by internal change. It is by far the best option. And the United States government should do everything that it can to promote that, bearing in mind that it cannot be an American project. I may have the distinction of being the only person on the dais who's actually been to Camp Ashraf. The United States has made a commitment to the protection of the people who are there. Somehow we have to find a way to ensure that those people are protected and that that commitment is made. It is, as General Hayden said, it is a question of fact. Does the MEK meet the standard for being on the terrorist list, or does it not? I do not have access to all the information. I do have a high confidence that the people who make that decision in the State Department now, and it will ultimately be the Secretary, will approach it from the point of view of what are the facts. And I believe that if they do that, justice will be served. And finally, I am not pleased with what my country has done with this terrorist list. It is not right, it is not fair, it is not just. But of the many things I believe in through my public career, I'll leave you with this one: Hillary Rodham Clinton. Hillary is smart, she is principled, she is not intimidated, and presented with these facts, the United States, as in the end it always does, will do the right thing. Thank you all. من مطمئن هستم که کشور آمریکا در رابطه با سیاست‌های داخلی و خارجی خودش
کمترین درصد اشتباه رو داشته تا به امروز، چون به نفع خودش کار کرده، به نفع مردمش کار کرده و حقش هم هست. نمایندگانش که از دل مردم بیرون میان برای حفظ تمامیت ارزشون و برای زندگی بهتر شهروندان آمریکایی، هر آنچه که از دستشون برمیاد برای مردم آمریکا و کشور آمریکا انجام بدن. خب این وظیفه کسانی است که به عنوان نماینده حالا در هر سطحی، در هر قسمتی در آمریکا خودشون رو به مقاماتی میرسونن و مردم هم بهشون رأی میدن. اما خب غالبا همینطوره، نمایندگانش برای مردمش و برای کشورش دارن کار میکنن. ما کجا قرار گرفتیم؟ آیا سیاست های آمریکا تا به امروز به نفع مردم ایران، به نفع هویت ایران، به نفع کشور ایران، به نفع تمامیت ارضی ایران، به نفع زندگی بهتر ایرانیان بوده؟ شما چی فکر میکنید؟ ما کجا قرار گرفتیم؟ از یک سو خدمتتون عرض کردم در ایران سیاست های داخلی و خارجیش چه میگذره؟ روسیه و چین کجا قرار گرفته؟ خانواده رفسنجانی و آمریکایی ها و غیره کجا قرار گرفتن؟ از یک طرف زد و بند در سیاست های صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو فردا در جهت تقویت هر چند که از بین نرفتن حکومت اسلامی در ایران توسط موسوی، کروبی و غیره، که اینها رو نمایندگان واقعی مردم جلوه بدن، که مظلومم نشونشون بدن، طرفدارانشون هم بیش از 95% در صدای آمریکا هر روز برنامه دارن، گفتگو دارن، صحبت میکنن که آقا حکومت اسلامی افتشه. از این طرف این دست آمریکا اومده چیکار میکنه؟ نیروی اپوزیسیونی رو داره تقویت میکنه که این نیروی اپوزیسیون بتونه جایگزین، اگر هر دوی اونها از بین رفتن، جایگزین اونها بشه. حالا اینا چه خطرهایی برای ما داره؟ من یه قسمت کوتاه رو خدمتتون عرض بکنم. جنایاتی که همین سازمان مجاهدین در کردستان عراق انجام داد و کردستان ما پیوسته با کردستان عراق در تماس هستند و خیلی در قسمت ایران عرق ایرانی و در قسمت عراق خیلی حس دیگری دارن، حس کرد دو دارن، این میتونه دوچار یک سری مشکلات برای ما باشه. حتی فردا مجاهدین حتی به عنوان افراد عادی بخوان بیان در کشور و کارهای انجام بدن، خب در قسمتی از دوران زندگیشون اینها عده بسیار از این کردها رو کشتن در همبسته شدن با صدام حسین که قدرت صدام پاور بر جا بمونه و صدام به مجاهدین کمک بکنه تا بتونن قسمتی از خاک ما رو هم اشغال بکنن و در نهایت به خیال خودشون حکومت اسلامی رو زمین بزنن و خودشون جایگزین بشن. اگر میبایست کاری انجام میشد، باید با توپ و تانک بره یا باید با قوای مردم. وقتی ما میگیم آزادی دموکراسی، چرا نیومدن تو بخش دموکراسی، در بخش آگاهی دادن، در بخش اطلاع رسوندن کاری بکنن؟ میلیاردها دلار خرج شد تا این وضعیت به وجود بیاد. چرا؟ اون به دلیل این بود که سرمایه از زیر پای ما برده بشه. اما برگشت این گروه ها و افراد به ایران میتونه چه وضعیتی رو در آینده کشور ما به وجود بیاره؟ چه وضعیتی برای بلوچ ها و کرد ها به وجود خواهد آورد؟ این فقط یک قسمت از داستانه. و قسمت دیگه ای داستان خدمتتون عرض بکنم. به نظر شما آیا کارمندان و کارکنان وزارتخونه های مختلف در آمریکا که به زبان های فارسی هم صحبت میکنن و میتونن انتقال نظریات ما رو بدن، ما رو نمیبینن؟ من شمیرانی و امثال ما رو نمیبینن؟ چرا تا به امروز همیشه رفتن به دنبال کسانی که شعار مرگ بر آمریکا رو دادند اما مورد حمایت آمریکایی ها هم قرار گرفتن، همچنین کشور انگلیس، همچنین تمام اروپا، اما ما که به هیچ عنوان نه شعار مرگ بر آمریکا دادیم، نه حرکت های تروریستی انجام دادیم، همیشه به دنبال صلح و دوستی و آشتی و دموکراسی و آزادی و قانون اساسی بر پایه حقوق بشر هستیم، چه در بعد جمهوری خواهانش، چه در بعد طرفداران نظام پادشاه، هیچ موقع مورد پذیرش و قبول هیچ کدام از این ممالک قرار نگرفتیم. این حداقل یک زنگ خطری برای شما نباید باشه؟ من منظورم به هیچ عنوان مصدقیزم نیست. آنچه که مصدقیزم هست در ایران داره حکومت میکنه. من منظورم هموطنان عزیز و گرامی که اعتقادی به جمهوری دارند و جمهوری بدون پیشوند و پسوند و برای آینده مملکتشون میپرستند و میپذیرند، یعنی دوست دارن یک نهادی رو پایگذاری بکنن در مملکت، جمهوری که هیچ عقاید ایدئولوژیکی واردش نباشه. 4 سال یک نماینده میاد، اون هم در بخش اجرایی و مجریه برای مردم کار میکنه
و بعد اگه پذیرش گرفت از طرف مردم 4 سال بعد هم همینطور. زیر چه لوایی حکومت بر دست قانون اساسی است بر پایه حقوق بشر که نوشته میشه و دو قسمت جدای قانون اساسی که قوه قضاییه هستش و مقننه به هیچ عنوان به قوه مجری ربط نداره، اینها بر این پایه مطالعه کردن که آقا جمهوری برای ایران بهتره. برای منم بسیار مورد احترام هستن کسانی که این گونه فکر میکنن برای آینده ایران، یا جمهوری خواهانی هستن، جمهوری میخوان به فرض مثلا ممالک پیشرفته جهان، نه دیکتاتوری، که حکومت به دست قانون اساسی باشه، یک بخشش بر اساس اصول دموکراسی به دست رئیس جمهور خواهد بود. بیان روزی رو به وجود بیاریم تا افرادی که جمهوری خواه هستن برن در ایران و به چنین جمهوری رأی بدن. افرادی که طرفدار نظام پادشاهی هستن بیان برن به نظام پادشاهی رأی بدن، اون هم پارلمانی، که همیشه خدمتتون عرض کردم در شکل نظام تلفن‌ها رو بعدن جواب میدم. در من با محتوای نظام آینده ایران مشکل دارم، نه شکلش. شکلش رو مردم تعیین میکنن، جمهوری یا پادشاهی رو، با محتواش. ولی چرا تا به امروز کشورهای اروپایی و آمریکایی از ناسیونالیست‌های واقعی ایران که خدمتتون عرض کردم، از من بگیرید تا بقیه کسانی که تا به امروز سعی کردن در این راه خدمت بکنن، و یا میلیون واقعی، یعنی میلیون ناسیونالیست نه میلیون مذهبی و غیره، اونایی که دارن حمایتشون رو میکنن در صدای آمریکا، چرا تا به امروز مورد بیمهری قرار گرفتیم؟ ما که نه حرکت های تروریستی انجام دادیم، نه به مرگ بر آمریکا گفتیم. در هر کشوری هم که هر دو قسم در واقع پادشاهی یا جمهوری از این حرکتی که بهتون گفتم یا این طرز تفکر که میپذیره در هر کجای جهان که شرکت کرده، واقعا خدمت کرده به اون کشور، طبق قوانین اون کشور قدم برداشته و هیچ کار خلافی هم انجام نداده که هیچ، بلکه باعث پیشرفت در قسمت کوچکی در زندگی شخصی و در نهایت اجتماعی اون کشور شده. چرا اینها که اپوزیسیون واقعی هستند و براندازند و برانداز نظام حکومت اسلامی هستند مورد پذیرش این آقایون قرار نمیگیرند؟ آیا ما کم تکه پاره شدیم؟ آیا افراد ناسیونالیست کم تا به امروز بها دادند؟ کم ترور شدند؟ هیچ موقع هم دست به اسلحه نبردند؟ اما چگونه است در بخش دیگری میبینیم افراد با صدام حسین همکاری میکنن، افراد با خمینی همکاری میکنن، افراد در به وجود آوردن گروگانگیری در ایران همکاری میکنن، بعد این آقایون میان در سنا در نشستن دوره هم سناتورهای آمریکایی میگن آقا ما اصلا دلیل نمیبینیم که چرا اینا اصلا تروریست شدن. دقیقاً انگار تاریخ رو فراموش کردن. آقا اینا همون کسایی بودن تا همین چند سال پیش به شما میگفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر امپریالیسم، آمریکا باید نمیدونم نابود بشه. هم عقیده با احمدی نژاد در بعد دیگریش بودند. حالا شدن انسانهای آزادیخواه که جدایی چرچ اند استیت رو میخوان، یعنی جدایی حکومت از قوانین شرعی و یا مذهبی. اون موقع چگونه است که ما 32 سال اینجاییم، زودتر از همه به قول معروف این پیتمون آوردیم گذاشتیم تو صف، مورد پذیرش هیچ کس قرار نمیگیره؟ میدونی چرا؟ به دلیل، خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، اگر ایران به دست ایرانی آزاد بشه که هویت ملیش رو میشناسه، حاضر برای هویت ملیش جان فشانی بکنه و تا به امروز کرده، برای حفظ تمامیت ارزش جان بده که داده، دیگر باج بده به کشورهای دیگر نیست و حاضر نیست که توطئه دیگری در مملکت انجام بشه تا بتونن خاورمیانه رو به بحران دچار بکنن و هر آنچه که در زیر این خاورمیانه و قسمتی از آفریقا هست به ارزانی برای خودشون ببرن، اهم از نفت و گاز. کشوری که میفهمه چی داره، مردمی که میدونن کی هستن و چی هستن، پدران و مادرانشون براشون چه چیزی رو به ارثیه گذاشتن، حاضر نه به تجاوز هستن که تجاوز بکنن، نه حاضرن که تجاوز بشن. از این روست که ما مورد حمایت دولت مردان آمریکا تا این ثانیه‌ای که من دارم با شما صحبت می‌کنم نیست، اما من طرح دیگه‌ای رو دادم به دولت مردان آمریکا در چند ماه گذشته که همه جا پخش شد و همچنین خاطر نشان کردم. اگر به راستی واقعاً کشور آمریکا می‌خواد به فکر منافع ملی خودش باشه، باید در کنار ما که نمایندگان واقعی ملت ایران هستیم قرار بگیره و اگر می‌تونه وسایلی در اختیار ما قرار بده تا حکومت اسلامی رو سرنگون بکنیم، ما با آغوش باز میپذیریم.
که هم حفظ منافع آمریکا باشه، هم اسرائیل، هم سایر کشورهایی که به دنبال صلح هستن یا اینکه به اصطلاح به دنبال صلح هستن، این قسمتش رو نمیدونم. واگذار میکنم به شما. آنچه را که تا به امروز دیدم، مشاهده کردم رو دارم خدمتتون عرض میکنم. از یک طرف دیگه میدونید از کجاها میخوریم. قسمت کوتاهی رو از فایل 6 براتون آماده کردم. بچه‌ها اگر میشه این قسمت رو پخش بکنن ببینید و بعد قسمت دیگه‌ای رو براتون نشون میدم تا بیشتر متوجه بشید ما در چه فضایی، در چه لانه واقعا، در چه سیاهچالی ما داریم دست و پا میزنیم، حتی در فضای آزادی به قول خودمون در آمریکا، و داریم سعی و تلاش میکنیم که چه آگاهیایی رو در چه زمانی، در چه مقطعی، در چه جوی به گوش شما برسونیم که جان تک تک من و بقیه یارانم در خطر هست و شاید شما نمیدانید. اگر میشه فایل شماره 6 رو پخش بکنیم، قسمت های کوتاهیش رو، فقط گوشتون با من باشه چون همش رو نمیخوام پخش بکنم. سپاسگزارم. حالا همین اسلامی شدن دانشگاه ها که من ای کاش آقای دکتر موئین نبود که من این حرف رو میخوام بزنم. در باب اسلامی شدن دانشگاه همچی که به من گزارش رسیده گفتم، به نظرم 72 تا جلسه تشکیل شد اون شورای مربوط به اسلامی شدن دانشگاه. از آقای دکتر موئین باید سوال کنیم که این مصوبات چند تاش و چگونه در دانشگاه اجرا شد. من به ایشون گفتم من اعتراض دارم، یه چیزاییش عکس شده، یعنی الان در دانشگاه کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست بر خلاف مذاق اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیستش که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه، درست عکس اینه. در موارد بسیاری عکس اینه. مثلا این خب در دانشگاه ها این جهت نه اسلامیشون. یا مثلا فرض کنید که بعضی از رفتارها، بعضی از سفرهای خارجی که دانشجو میکنه، من پیغام دادم به آقای دکتر موئین برای دانشجو سفر تفریحی رو دارم، علمی فلان گذاشتن، به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور؟ چه مونده؟ دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش؟ خب به جای کیش بذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. جوون هر جا بره اون چیف حلال را میکنه، اون چیزی که برای جوان مجاز است و حلال است و اون خوشی های جوانی که از چیزی که در سنین ما. خب این نظریات امام 13 و امام 14 شیعیان هست در ایران، یاران بزرگ امام 12 و امام غایب که چنین نظریاتی دارن. حال اینها گناهشون رو به قول معروف میذاریم پای خودشون، یعنی اینها کسانی هستند که اعتقاد داشتند و دارند که نظام اسلامی، حکومت اسلامی بر پایه شریعت و قرآن و نهج البلاغه باید انجام بشه و قانون اساسیش هم نوشته شد. خب اینا رو توضیح دادم. ما از کجا داریم میخوریم؟ اینها دشمن ماند. من رو راست بهتون بگم، من مخالف حکومت اسلامی نیستم، من دشمن و یارانم دشمن حکومت اسلامی هستیم. یعنی ما کشوری داریم که اشغال شده، کشور پدر و مادرمه. برای من من از طرف شما صحبت نمی کنم، من اول از به عنوان یک ایرانی از حق خودم صحبت می کنم. این حق رو دارم، از زمانی که در کشورم به دنیا اومدم و پدر و مادری رو داشتم که این مفاهیم رو تونستم یاد بگیرم، به این نتیجه رسیدم که آب و خاک پدر و مادرم اشغال شده و به عنوان یک ایرانی دارم سعی و تلاش میکنم در یک جنگ نابرابر، آنچه را که در کشور ما در گذشته اتفاق افتاد، امروز داره اتفاق میفته و فردایی رو که براش نقشه کشتن، به گوش بقیه برسونم که شما هم بیایید به جزء ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری بپیوندید. اما این بقیه داستان با شماست. اینها دشمنند. اما اون ور قضیه، من سیاست‌های جهانی رو براتون توضیح دادم، سیاست‌های داخلی حکومت اسلامی رو براتون توضیح دادم. در حاشیه کشور ما چه کشورهایی زندگی می‌کنن، چه مقاصدی برای آب و خاک ما دارن توضیح دادم. حال این قسمت داستان رو می‌خوام براتون توضیح بدم، بهتون نشون بدم از این طرف چه کسانی استخدام میشن، چگونه استخدام میشن، به استخدام حکومت اسلامی در میان،
بانوانی هستند، آقایونی هستند که حجاب هم ندارن، حجاب اسلامی هم رعایت نمی کنن، عقاید اسلامی هم ندارند. اگه داشتن این چنین نمی گشتند، حد اقلش کسی نمیتونه بگه من اسلامی هستم اما بی حجاب میگردم. اصلا هم چیزی نیست، اون اسم اسلامه. آنچرا که در اسلام شما میبایست رعایت بکنید احکامیست، که این آقا هم همینو داشت میگفت، احکام اسلامی باید انجام بشه. اون کسی که احکام رو انجام نمیده فقط اسم مسلمان یدک میکشه. اما اینا اومدن احکام اسلامی رو در قانون اساسی جایگزین کردن. چگونه است خانومی که در خارج از کشور زندگی میکنه، اسم خودش روزنامه نگار، نویسنده و روشن فکر میدونه، مجالس بزمش رو 100% میره، مجالس گردش رو میره، از رنگ و رخسار به قول معروف گواهی دهد از سر زمین، ولی طرفدار احمدی نژاد و طرفدار خمینیزم و طرفدار اسلامیسته، که همین الان قسمتیش رو براتون پخش کردم. چگونه است این خانومی که دانشجو هم بوده، به فرض در خارج از کشور هم تحصیل کرده، زبان انگلیسی هم مسلط صحبت میکنه، دعوت هم میشه، دعوت میشه به رسانه های خارجی، میاد این چنین طرفداری میکنه از حکومت اسلامی و احمدی نژاد؟ شما یک لحظه خودتون نگاه بکنید، متوجه میشید من چی میگم. اگر بچه‌ها آمادگی دارن، فایل شماره 7 رو با هم نگاه بکنیم. همچنین از خانم سپهپور که مقدمات رو فراهم کردن تشکر میکنم. Ruth, thank you for having me on your show. I think that it's nothing new that the West is painting a distorted image of what's going on in Iran. I also want to mention that it's very normal to have political dissent in any country. Iran is not unique in that sense. But what's happening is by distorting the image of what's going on, the political dissent in Iran, it's not doing the opposition any favors. The opposition in Iran will, whatever they do, will be blamed it will be blamed on the Western media and the Western powers. So in a way, their movement has been hijacked. I do believe firmly that although the movement is genuine, I also believe that the Westerners, especially the United States and Israel, had a hand in it also. Right. So it's a combination of both. A quick question then. A quick but question. It's really not doing them any favor whatsoever. Let me. Thank you. A professor from the University of Southern California asks, under what condition could Iran and the United States have embassies in each other's countries? یکی از اساتید دانشگاه کالیفرنیای جنوبی میپرسند در چه شرایطی ایران و ایالات متحده میتوانند سفارت در دو کشور خود داشته باشند. امروزه همه تقریبا فکر میکنن شرایط خیلی سختی باید باشه. شرایط خیلی سختی باید باشه. These days everybody thinks that the conditions should be very hard ones to meet. اما فکر میکنم شرایط خیلی آسونه. Whereas I think those conditions might be quite simple to meet. باید دولت آمریکا به ملت ایران احترام بگذاره. The U.S. government should respect the Iranian nation. و شرایط برابر رو برای رابطه بپذیر. And accept equal terms for the establishment of such relations. فکر میکنم این پایه همه ارتباطات اجتماعی است. I believe that is the foundation of all forms of social interaction. در چه صورتی مسائل حل خواهد شد؟ Now in Iran it's been dragged on, and I have to ask myself, is this because the Iranian opposition is being given an audience? Because had they not been given had the media, international media, not concentrated on them,
then they would not be out on the streets every day. When I was in Iran, 24/7, Voice of America was in everybody's family room telling them that we're with you. And first of all, it's against the Algiers Accord. And secondly, they were in the family room saying, we're with you, you're brave, go out there and protest. Now, this is not right. You know, Sarai, people have to get on with their lives. Yeah, thank you. Sir, there's so many questions that they come in as you and I speak, and some had sent questions ahead of time. Unfortunately, I'm not going to be able to address all of them. But I would like to ask you, how would you like to be remembered? What would you like your legacy to be? دوست دارین که چطور مردم از شما یاد بکنن؟ میراث نام شما چگونه باشه؟ مثل همه مردم. I'd like to be remembered like any other person. من یه عضو کوچک از جامعه بزرگ ایران هست. I consider myself a small member of the vast Iranian society. مثل همه مردم. And so like all other people. همه دوست دارن وقتی از دنیا رفتن نام نیکی از اونها بمون. Like all people, they like to leave a legacy of a good name. Well, the Iranian community can take care of themselves. Thank you very much. They are sovereign, they're intelligent, they're bright. And ever since 1980, the international community has been trying to interfere and undermine them. And it's not helped their cause. I think, if anything, it does undermine them, because even with the Voice of America, when it blasts into the living room, then it gives the government the excuse to say that you are working with the Americans and your movement is not genuine. Okay. So this is not helping them. Just let the Iranians be. Well, your term will be up fairly soon, in about 3 years or so, 2.5 years. What do you plan to do once the presidential term is up? پایان دوره ریاست جمهوری شما تقریبا نزدیک 3 سال یا 2.5 سال دیگه، بعد از اون چه برنامه ای برای خودتون داری؟ 3 سال وقت کمی نیست. 3 years is not a short period of time. به خصوص وقتی آدم در دهه های پایانی عمرش هست. Three things are currently. Just 30 seconds, I'm afraid. I think that Iran is capable of solving its problems if everybody else stayed out of its business, even with everybody attempting to interfere. Iran is a country that resisted the world whilst it was fighting Iraq. It will come together. The more they try to interfere with it, the more it will kick out anybody who tries to. And it's very resilient, and the people are resilient. Okay. If foreigners try to get into its business, it just won't work. Listen. Especially when you're going through the last half of your life. من فعلا به این 3 سال فکر میکنم که باید مسئولیتم رو ایفا کنم و از زمان به نفع ملت، به نفع بشریت و به نفع صلح و پیشرفت استفاده. I consider it that in these I consider it my responsibility to uphold my nation in the next 3 years and to use the best of time as best as I can to benefit our nation, humanity, and solo aramish, peace and security. اما یه معلم دانشگاه هستم. I am a teacher, university teacher. کارم تموم شد برمیگردم دانشگاه. And when I finish my work here, I'll return to the university. و هر جایی که ایران نیاز داشته باشه همونجا حاضر خواهم. And wherever Iran needs me, I will be there at its service. Mr. President, you have a huge responsibility on your shoulders. I wish you good luck, and I thank you for your service to your country, and especially for being here today and answering questions that were sent candidly from universities around the United States. تشکر میکنن از وقتتون و میدونن که شما مسئولیت‌های بار سنگینی رو دوشتون هست و به ویژه ممنون هستن که اجازه دادین سوالا راحت پرسیده بشه و شما هم پاسخ دادید. خیلی ممنون. منم از شما و همه دانشجویان و اساتید عزیز تشکر میکنم. امیدوارم همه دست به دست هم بدیم با یک نگاه بلند جهانی بر پایه محبت و عدالت، آینده روشن رو، آینده ای که در اون هیچ اثری از جنگ و تجاوز و فقر و فاصله نیست، برپا کنیم.
I too would like to thank you, your audience, your students, and the faculty. And I wish for a world prospect that would be filled with compassion and kindness and justice, a bright future free of wars, of invasions, and poverty. من همه شما رو دوست دارم و شما رو سرمایه بشریت برای ساختن اون آینده میشناسم. همچنین از خانم سپهپور که مقدمات رو فراهم کردن تشکر میکنم. وطن یا بله، خانم ثریا سپهپور، سپهپور، افرادی این چنین میدونید مثل چه میمونه؟ مثل این میمونه که دیسی از غذا تهیه بکنی، بری جلوی یه عده گرسنه همجور بخوری و هیچ حقی رو برای اونا قائل نباشی، اگه صحبت هم بکنن از دم تیغ بگذرونشون. این عملیه که خانم یا خانمهایی این چنین مثل خانم سپهپور، ثریا سپهپور و بقیه دارن انجام میدن. حمایت از حکومت اسلامی، ایشون خودش بیهجاب میگرده، آرایش میکنه، در بهترین نقاط جهان دارن باهاش صحبت میکنن، مورد نمیدونم حمایت هم حکومت اسلامی قرار میگیره که این چنین احمدی نژاد هم میاد تشکر میکنه، میگه تشکر میکنم از بابت اینکه این چیزو فراهم کردید. اینا زد و بندهای پشتشه. از اون طرفم در الجزیره و نمیدونم تلویزیون الجزیره و غیره قرار میگیرن صحبت میکنن با اینجور افراد. حالا دیگه به قسمت پولیش نمیخوام بپردازم، اصلا با اون قسمتش با وجدان و هر کسی که هر چی داره، ولی واقعا شماها خجالت نمیکشید؟ دختران ایرانی رو دارید میبینید در خیابون‌ها، در دانشگاه‌ها تیکه و پاره دارن میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن. آیا ترانه موسوی درسی نیست برای شما؟ آیا تصاویر ندا برای شما درسی نبود؟ خانم سپهپور چگونه میتونید خود فروشی بکنید؟ چگونه میتونید این چنین قرار بگیرید، حمایت از حکومت اسلامی بکنید، اما خودتون در غرب لنگ و پاچه هاتون رو بندازید بیرون؟ مردم ایران، کثافت رو برای مردم ایران میخواین، اما بهترین زندگی خودتون رو که حتی حاضر نیستید یک قسمتی از ناخونتون زیر به فرض دستگاه مانیکول و پدیکولتون قطع بشه یا کم بشه، چگونه چنین نسخه هایی رو برای مردم ایران میپیچید و طرفداری از حکومت اسلامی میکنید؟ نه فقط شما، بلکه هر کسی که طرفدار حکومت اسلامی رو باید بدونه. دوران حکومت اسلامی باور داشته باشید به پایان خواهد رسید و مردم تقاص پس خواهند گرفت. من این رو به شما قول میدم، همونطور که دست کسانی که در به وجود آوردن سپاه پاسداران، در به وجود آوردن خونهایی که روی زمین ریخت و نوشتند، مثل آقای نوریزاده، مثل آقای سازگارا، مثل آقای گنجی که خودش حامی حکومت اسلامی بود و شکنجهگر حکومت اسلامی در زندان ها بود، امروز به وسیله دیگه‌ای توسط استعمار در نقش اپوزیسیون حاضر میشن، چه با تلویزیون های شخصی و غیره، این چنین میکنن که آقا بیایم بپیوندیم به هم، بیایم همبستگی داشته باشیم، ولی پرچمتون هم نیارین. این چیزی هم که ما میگیم توسط موسوی و کروبی قبول بکنید، ببینید رو تا چه حده. چون پول از استعماره، خب رو هم این آقایون پیدا میکنن، اهمیتی برای ارزش صحبت های مردم و یا خواست مردم قائل نیستن. و امیدوارم، آرزو میکنم که ایرانیان متوجه بشن، آگاهیشون هر روز بالاتر بره، به روی خواسته هاشون پای فشاری بکنن برای رسیدن به روز نهایی که سرنگونی حکومت اسلامیه. بدون آگاهی شما ما نمیتونیم حکومت اسلامی رو سرنگون بکنیم. من همیشه خدمتتون عرض کردم هیچ جنگی با طرفداران نظام جمهوری بدون پیشوند و پسوند در آینده ندارم، بلکه مورد احترامم هستند در هر گوشه جهان که هستند و آرزو میکنم که روزی رو فراهم بکنیم، چه با همت طرفداران نظام پادشاهی پارلمانی و همچنین طرفداران نظام جمهوری در ایران، تا همه برای یک بار به درستی پای صندوق‌های رأی برن، یک روز رفراندوم و با آنچه که میخواهند
و اعتقادشون هست در شکل نظام رأی بدن، اما بعد از اینکه حتی به شکل نظام رأی دادن، محتوای نظام است که توسط نمایندگان واقعی مردم، نه مذهبیون نه ایدئولوگها، نوشته میشه برای حق رعایت اول زن ایرانی. و امید دارم یه روزی در مجلس ایران بیش از 50% کرسی ها رو بانوان ایرانی اشغال بکنن، بگیرن و بیان درس بزرگی به دیکتاتوری افرادی بدن که همیشه تو سر زن زدن، زن رو پایین نگه داشتن و گفتن اینها فقط به درد بچه پس انداختن میخورن و اینها فقط به درد ظرف شستن توی آشپزخونه و کتک خوردن از دست شوهرشون. اگرم زیادی صحبت بکنن، دادگستری اسلامی هست، با ما هست و میتونه حق اینها رو بخوره. من یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم، خواهش میکنم کوتاه، مختصر، مفید صحبت بکنید، چرا که وقتم کم هست. آرزو میکردم وقتم بیشتر بود، شما حمایت نکردید تا به امروز و در همین ساعت، در همین اوقات هستش که من باید فقط این وقت رو به شما بدم. جانم بفرمایید. درود بر شما آقای شمیرانی. درود بر شما عزیزم. شما مطالبی که مهم بود فرمودید، ولی من یکی دو تا مورد رو میخوام اشاره کنم، اضافه کنم به فرمایش شما. خواهش میکنم. البته با این سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینید اینا 40 سال خورده یه در مملکت مسابقه دارن، مثل طاووس رنگ عوض کردن. حالا که اومدن پرچم بیمار رو گذاشتن بالا سرشون، عکس آقای مصدق هم گذاشتن اونجا، بعد میان ایدئولوژی رو تبلیغ میکنن که و اعتقاد به آزادی هم دارن، در صورتی که ایدئولوژی اسلامی در قرآن اومده، قوانین شرعی در قرآن از هیچ وقت استقلال آزادی و جمهوری اسلامی جور در نمیاد. استقلال آزادی یعنی که مردم بشینن قانون و مؤسسان داشته باشن، قوانینی نیست که شامل همه قومیت توی ایران باشه. سازمان مجاهدین خلق ایران خوابه. ببینید اینها اشتباه کردن، مردم ما را از بین بردن. 32 سال مردم ما دارن تاوان اشتباهات این آقایون از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، کمونیستا، چریکا، فدایی، اقلیت، اکثریت، اینا عوامل استثمار هستن. به این چیزا میگن استعمار نو نمیاد لشکرکشی کنه به کشورها، از داخل عواملی رو میگذاره برای نابودی مردم، برای منافع خودش. سازمان مجاهدین خلق ایران الان داره بزرگترین اشتباه تاریخیش رو میکنه. من یه مثال ساده برای شما میذارم. این آقایون بعد از اینکه بین ایران و عراق صلح شد، ایشون این آقایون اومدن به ایران حمله کردن با نام عملیات فرور جاویدان، در ایران بهش میگن مرصاد. ببینید خدا رو گدا میگیرم، به خدای یگانه سوگند، من اونجا بودم، من در حین جنگ بود، نه بعد از صلح، اسلام شهر نیست، من در ایران بودم. مردم عادی میرفتن با اینها در کنار سایر سربازای ایرانی با اینها میجنگیدن. اینها میخواستن بیان تهران رفعت کنن، تو اسلام شهر موندن. مردم از با اینها روی خوش ندارن. ببینید از هر 100,000 ایرانی به خدای یگانه اینا دو تا حامی ندارن. اینا یه گروه های باطل شده هست. اینا مذهب میخوام کفن مصرفشون، نه این آقایون، تمام این گروه ها کفن مصرفشون سر اومده. ملت ایران به حدی رسیدن که به تاریخشون رسیدن، به شناسنامهشون رسیدن. مردم ایران میخوان آزاد باشن. مردم ایران به مردم منطقه فرق میکنن. مردم ایران میراث‌های تمدنی بزرگ هستن. مردم ایران به دنیا مدنیت دادن. آقای رجوی، ما بنیانگذار مدنیت در جهان هستیم، ما اولین ملت روی زمین هستیم که پادشاهی داشتیم، خط داشتیم، دانشگاه داشتیم. 7000 سال پیش جمشید بر تخت نشست. آقای رجوی، رو میز صندلی که شما میشینید بنیانگذارش ما ایرانی ها هستیم. زمانی که ما رو میز صندلی میشستیم و غذا میخوردیم، همین غربی ها تو جنگل ها صدای سگ در میآوردن. شما حالا اومدید که با دشمنان اینا پیمان مودت میبندید، آقای جولیانی، آقای جان بولتون که اینا میخوان ایران رو از این شهر کوچیک‌تر کنن، تجزیه کنن. من میدونم مردم ایران، کردهایی که نژادشون نژاد ماده، کردهای میان پرست، بلوچای میان پرست که نژادشون نژاد رستم هست، هرگز این اجازه رو به شماها نمیدن. ولی شما دارید آتش بیار معرکه میشین. عزیزم بسیار سپاسگزارتونم. شمیرانی میگم که بسیار سپاسگزارتونم. وقت من به پایان رسیده، دو دقیقه بیشتر وقت نداره. زنده باشید. ببینم بقیه رو شما ایران بده. من میخوام به این آقایی پیشنهاد بکنم، اگر اینقدر به خودشون مطمئنن، خطای واقعی تلویزیونشون رو باز بذارن، از مردم بخوان باشون تماس بگیرن. زنده باشید. نه مردمی که خودشون خطاب میکنن. سپاسگزارم. وقت خواهند دید که در ایران، در از ایران به شما زنگ میزنن. مردم تو ایران تلویزیون شما رو نگاه نمیکنن. فیلمای سینمایی با زیرنویس فارسی پخش میکنید. به خدا یگانه مردم نفرت دارن به تلویزیون شما نگاه کنن. خجالت بکشید. عزیزم بسیار سپاسگزارتونم. لطف فرمودید زنگ
زدید، سپاسگزارتونم. میبخشید یک دقیقه بیشتر وقت ندارم، ای کاش وقت بیشتر داشتم، ای کاش میتونستم صدای شما رو بیشتر پخش کنم، شماها با هم صحبت بکنید و بقیه صدای شما رو بشنون. جانم جانم چم رنگ، درود بر شما. درود بر شما. در کمتر از یک دقیقه. خیلی متاسفم که یک دقیقه کمتر وقت بیشتر وقت ندارم. من سریع بگم، من یک امریکایی هستم، مردم گوش بدین. من خودم اینجا در امریکا سازمان هایی هستن که بر ضد دولت امریکا هستن به نام Loose Change 911 The Truth مثل Zeitgeist The Movie. دولت ها را از مردم جدا بکنین. الان دولت امریکا متاسفانه الان به یک مسیج داره میره که به نام New World Order، یعنی یک قانون جهانی، و تمام جهان رو میخوان کنترل بکنن. اگر شما ها به چون وقت ندارین جناب شمیرانی، من اینو کوتاه میگم، برای هفته آینده میتونیم بذاریم اگر دوست داشتید. من هفته آینده من این کارو خواهم کرد. من واقعا افتخار میکنم که برادر بزرگ شما هستم و به افتخار میکنم. زنده باشی عزیزم، بسیار سپاسگزارتونم. خب من سپاسگزار از همه شما هستم که توجه میکنید. میدونم هموطنان دیگه اومدن روی خط، میخواستن صحبت بکنن. وقت من کوتاه شده و کوتاه هست. من سه روز در هفته اینجا در خدمت شما هستم، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه. بارها خدمتتون عرض کردم اگر میخواین گسترش پیدا بکنه، من زمان بیشتری رو دوست دارم وقتی که صحبت میکنم نظرات شما رو بشنوم، بتونم اصلا چند جلسه رو به شماها اختصاص بدم، شماها با هم صحبت کنید، نه اینکه با هم پرخاش بکنید، نظریاتتون رو بدید. چون ما احتیاج به پرخاش نداریم، هر کسی نظر خودش رو داره. یکی میاد میگه آقا تمام ایران این گونه است، خیر، همچی چیزی درست نیست. باید یک روزی در رأی گیری نهایی معلوم بشه که ایرانیان به چی فکر میکنن و در کجا قرار گرفتن. ازتون سپاسگزاری میکنم که اگر به ما یاری برسونید. و با تکرار میکنم، خط من، داستان من با تلویزیون دو چیز متفاوته. سازمان من، خط من، راه من، اگر کسانی هستن که به این برنامه میخوان یاری برسونن، مستقیما باید با خود من تماس بگیرن و به ما یاری برسونن، چون داستان تلویزیون و برنامه‌هاش به طور کلی از راهی که من دارم میرم سواس. من بارها خدمتتون عرض کردم من یک فعال سیاسی هستم، برنامه ساز رادیو و یا تلویزیون نیستم. از همه شما بسیار سپاسگزارم که شرکت فرمودید. شما رو به دست اهورا مزدا میسپارم و امید دارم که تنی سالم داشته باشید و دلی خوش. هرچند ای کاش سهراب نمیگفت خورده نانی دارم دل خوش سیری چند، خورده نانی هم نیست، دل خوش سخت فراموش شده است. به شما بدرود میگم، تا هفته آینده. شادزیب.